هفته بامداد تهران کابل است. 7:30 در دوشنبه. درود بر شما. داریش رجبیان با چشم‌انداز بامدادی از رادیو بی بی سی در لندن. قیمت نفت مخور کرونا در بازار نفت جهان، اتفاقی افتاده که تاکنون سابقه نداشته و در این باره گفتگویی در آغاز برنامه خواهیم داشت. فهمیدیم مطالب مرتبط با این موضوع، از وضعیت کرونا در جهان و ایران هم خواهیم گفت و از افغانستان هم و از تاجیکستان که پسر رئیس جمهور این کشور رئیس مجلس ملی این کشور شده. این دومین مقامی بالاترین در سلسله مراتب قدرت در تاجیکستان است. مطالب بسیار دیگر هم داریم در طول برنامه که امیدوارم ما را همراهی بکنید. از چشم‌انداز بامدادی بی بی سی به همراه محمد صباحی که تهیه کننده برنامه است با شما هستیم. از چشم‌انداز بامدادی در بامداد سه‌شنبه دوم اردیبهشت 21 آوریل به یکایک شما همراهان چشم‌انداز بامدادی در سراسر جهان درود می‌فرستم. داریوش رجبیانم با نخستین بخش خبری و تحلیلی روز از بی بی سی در لندن، این بار هم زیر سایه کرونا، و با این آرزو که در امن و امان باشید برنامه را آغاز می‌کنم. البته یکی از پیامدهای همه‌گیری کرونا است که امروز در میان خبرهای جهان جلوتر زده، چون بی سابقه است این اتفاقی افتاده. برای نخستین بار در تاریخ بهای نفت آمریکا منفی شده. قیمت معیار هر بشکه نفت در پایان روز گذشته منفی 37 دلار بوده. در نتیجه تولید کنندگان نفت به خریداران این نفت پول میدن تا نفت تولیدی آنها را بخرند، چون آنها هیچ جایی برای انباشتن و نگهداری از این بشکه های نفت تولید شده خودشان را ندارند و بستن چاه‌های نفت بسیار گرانتر و پرهزینه‌تر هست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری روز گذشته گفت که کشورش 75 میلیون بشکه نفت به ذخایر ملی این کشور افزوده می‌شود. موضوع نخست همین هست. تحلیلش را هم خواهیم داشت پس از دیدن و شنیدن گزارش همکارم کامبیز فتاحی در واشنگتن. روز دوشنبه نفت آمریکا یک رکورد تاریخی را شکست و با بیش از 100% کاهش در ظرف یک روز قیمتش به بشکه منفی 37 دلار رسید. در حال حاضر مخازن ذخیره نفت در آمریکا در حال پر شدن است و هزینه نگهداری نفت از خود آن گرانتر شده. یکی از پیامدهای شیوع ویروس کرونا و ضربه ای تازه به بزرگترین اقتصاد جهان. در واقع بی سابقه روزی که بر سر نفت آمده، کامبیز فتاحی گزارش میداد، یعنی تقاضای جهانی به نفت کاهش شدید داشته که افت بی سابقه قیمت نفت رو در پی داشته. به موشکافی موضوع هم نیاز هست. با حجت قندی، استاد اقتصاد دانشگاه واندربیل در نشویل تنسی در آمریکا که خواستگاه این خبر بوده، که همین البته همین الان آقای حجت قندی رو در ارتباط مستقیم نداریم، گفته شده که تنها کشوری که از این ضربه مهلکی که بر بازار نفت اصابت کرده آسیبی نمیبینه ایران هست، و در این باره هم در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد. و ما در آمریکا شماری از ایالت‌های جنوبی در حال شلتر کردن مقررات کرونایی هستند یا قصد چنین کاری را دارند، آن هم برخلاف گسترش روزافزون ویروس کرونا در اقصی نقاط این کشور. کارولینای جنوبی به مغازه‌ها اجازه داد که بازگشایی شوند و فرماندار ایالت جورجیا به مردم گفته که می توانند از روز آدینه، یعنی 3 روز دیگر، به باشگاه‌های ورزشی و آرایشگاه‌ها برگردند و قرار است رستوران‌ها و سینماها هم روز دوشنبه بازگشایی شوند. بیشتر مشاغل در ایالت تنسی در نخستین روز ماه مه، در واقع 12 اردیبهشت، از سر گرفته خواهد شد. فرمانداران جمهوری خواه این 3 ایالت میگویند که بعد از این هم مقررات فاصله گیری اجتماعی سر جای خود باقی خواهد ماند. مقرراتی که طی چند روز اخیر در سراسر آمریکا اعتراضاتی را به همراه داشته. حالا از کرونا در جهان بگوییم و بعداً در مورد وضعیت کرونا در سایر نقاط جهان از جمله ایران صحبت خواهیم کرد. <تص->
بازار بورس آمریکا رکورد تازه ای را رقم زده. قیمت منفی نفت خام. یک بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در معاملات روز دوشنبه وال استریت ابتدا به صفر و بعد به منفی 37 دلار سقوط کرد. تحولی بی سابقه در تاریخ آمریکا، کشوری که در سال‌های اخیر به تولید کننده بزرگ نفت تبدیل شده. تقاضای نفت در دنیا این روزها به شدت افت کرده. پیش از شیوع ویروس کرونا دنیا در روز حدود 100 میلیون بشکه نفت خام مصرف می‌کرد. امروز اما حدود 75 میلیون بشکه، یعنی حدود 30% کمتر، عمدتاً به خاطر سیاست‌های قرنطینه و توقف فعالیت‌های اقتصادی. ارزش منفی 37 دلار برای هر بشکه به این معناست که تولید کنندگان نفت در آمریکا برای خالی کردن انبارهای لبریز خود حاضر به پرداخت 37 دلار به خریدار در ازای هر بشکه هستند، چرا که توان ذخیره کردن نفت اضافی را ندارند، حداقل فعلا. هفته گذشته کشورهای تولید کننده نفت در دنیا توافق کردند که تولید خود را روزانه حدود 10 میلیون بشکه کم کنند، چیزی حدود 10% ارزی جهانی. آمریکا از حامیان جدی این تصمیم بود و بین دو قول نفتی یعنی روسیه و عربستان سعودی میانجیگری کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده بود که اگر روند نزولی قیمت نفت در جهان ادامه پیدا کند، او تعرفه‌های تازه‌ای را علیه واردات نفت وضع خواهد کرد. آقای ترامپ اما حالا با چالش تازه‌ای روبروست: سقوط قیمت نفت در داخل کشورش. شیوع کرونا به اقتصاد آمریکا ضربه بزرگی وارد کرده. ضربه‌ای که فشار بر دولت آقای ترامپ برای پایان دادن هرچه زودتر به تدابیر قرنطینه در سراسر آمریکا را افزایش خواهد داد، علی‌رغم مخالفت بسیاری از فرمانداران. خب بی سابقه روزی که بر سر نفت آمد، کامیز فتایی از واشنگتن گزارش میداد. یعنی تقاضای جهانی به نفت کاهش شدید داشته که افت بی سابقه قیمت نفت را هم در پی داشته. به موشکافی موضوع هم نیاز هست با حجت غندی، استاد اقتصاد دانشگاه واندربیلت از نشویل تنسی در آمریکا که خواستگاه این خبر بوده. درود بر شما جناب آقای غندی. چه شد که چنین شد؟ باید سوال اصلی همین باشه. درست که چند ماه پیش، در واقع چند ماهه که از شیوع ویروس کرونا و تاثیراتش بر اقتصاد جهان میگیم، اما آیا گمان میرفت که این تاثیرات به این ژرفا برسه و اصلا چرا به دلیل وجود چه عاملهایی امروز شاهد این رویداد بی سابقه در بازار نفت جهان هستیم؟ درسته، همچی اتفاقی که امروز افتاده اتفاق بسیار بی سابقه ای هست و از این لحاظ بسیار جالبه. ولی دو سه نکته رو من قبل از اینکه به این نکته بپردازیم که چرا همچی اتفاقی افتاده عرض بکنم. اول اینکه تنها نفتی که قیمتش منفی شده توی امروز نفت WTI هست که در یه نقطه‌ای به اسم کوشنگ در اوکلاهوما این نفت مبادله داره میشه و حجم مبادله چیزی حدود 100 هزار تا بوده. بنابراین قیمت نفت برنت فردا صبح منفی نمیشه، قیمت نفت خلیج فارس، قیمت نفتی که رو کشتی هست، اینا منفی نمیشه، گرچه تأثیر روی اون بازارها هم خواهد داشت این قیمت منفی که در آمریکا بوده، ولی این نیست که به این نتیجه برسیم که قیمت مثلا برند فردا منفی میشه، همچی اتفاق نخواهد افتاد. دوم این که این اتفاقی که امروز افتاده توی مبادلات WTI به یه دلیل بوده و اون توی بازار آتیست فقط. یعنی چی؟ یعنی شما معمولا میتونید قرارداد نفتی رو بخرید و بفروشید تا روزی که این قراردادها به اصطلاح منقضی میشه. روزی که قرارداد منقضی میشه، اگر شما قراردادتو به کسی منتقل نکرده باشی، اون وقت میشی مالک فیزیکی نفت. اتفاقی که با کرونا افتاده اینه که در حجم تقاضای نفت در جهان از حدود 100 میلیون بشکه رسیده به چیزی حدود 75 میلیون بشکه. معنیش اینه که پالایشگاه دیگه اصلا خروجی ندارن، اینقدر بنزینی که میخوان بفروشن مردم استفاده نمیکنن، نفت سفیدش و هواپیماها استفاده نمیکنن، بنابراین پالایشگاهی که نمیتونه بفروشه نمیتونه بخره هم. معمولا قرارداد آتی منقضی میشه، این پالایشگاه‌ها هستن که اون طرف دارن این قرارداد میخرن و نفت رو به صورت فیزیکی تحویل میگیرن. قراردادهای آتی مربوط به ماه می فردا دارن منقضی میشن، بنابراین هر کس قرارداد داره مجبوره که یا به صورت فیزیکی نفت رو تحویل بگیره یا اینکه قرارداد پس بده به یکی دیگه. ولی چون پالایشگاه هیچ نفتی تحویل نمیگیرن، یه عده با یه عده قرارداد که دستشون مونده مجبورن به این قراردادها رو با قیمت منفی بفروشن به کسای دیگه.
ببخشید که یکم پیچیده به نظر میرسه، نه ولی بسیار واقعیت جالب بود این چیزی که گفتین. ولی آقای قندی، شما در واقع به پیامدهای این داستان اشاره کردیم، ولی راجع به ایران اگه مشخصا صحبت بکنیم، با وجود اینکه تحریم ها برقرار هست، آیا این موضوع به ایران ربطی داره؟ یعنی در واقع تأثیری روی ایران خواهد داشت یا نه؟ آره تأثیر داره. تأثیرش به این جهته که این کل بازار رو اولا یکم نروس میکنه، و اون که قیمت ها تو بازارهای دیگه قطعا کاهش پیدا خواهند کرد. قیمت نفت ایران بیشتر به نفت برنت وصله، یعنی قیمت نفت بیشتر دنیا به نفت برنتی که توی بریتانیا مبادله میشه وصله، تا WTA که وست تگزاسه. ولی قیمت نفت ایران تو شرایط عادی هم کمتر از نفت برنت بوده، بعد با وجود تحریم ها برای اینکه راضی بکنن مشتری ها رو از اون هم کمتر میفروختن. اگه قیمت نفت دنیا چیزی حدود 20 دلار از این حرفا بشه، من خیلی بعید میدونم کسی حاضر باشه نفت ایران رو به قیمت های دو رقمی بخره. بنابراین فروش نفت ایران عملا دوچار یه معضل خیلی بزرگتر از قبل هم خواهد شد، که از این پیش هم معضلات بسیار بزرگی داشته. سپاس فراوان. حجت قندی، استاد اقتصاد دانشگاه واندربیل در شهر نشویل آمریکا، که با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی بودید. گفته شده تنها کشوری که از این ضربه مهلکی که بر بازار نفت اصابت کرده آسیبی نمیبینه ایرانه. در این باره اشاراتی داشتیم در صحبت با آقای قندی، اما در واقع در دراز مدت چطور؟ آیا همینطور خواهد بود یا نه؟ آیا افت بی سابقه قیمت نفت تأثیری بر زندگی شخص شما در ایران خواهد داشت یا نه؟ نظر بدین. و همینطور درباره هر موضوع دیگری که در برنامه در چشم انداز بامدادی پخش میشه، چشم به راه دیدگاه های شما هستم. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22. و ما در آمریکا، شماری از ایالت‌های جنوبی در حال شلتر کردن مقررات کرونایی هستند یا قصد چنین کاری را دارند، آن هم برخلاف گسترش روزافزون ویروس کرونا در اقصی نقاط این کشور. کارولینای جنوبی به مغازه‌ها اجازه دادی که بازگشایی شوند، و فرماندار ایالت جورجیا به مردم گفته که می توانند از روز آدینه، یعنی از 3 روز دیگر، به باشگاه‌های ورزشی، آرایشگاه‌ها برگردند، و قرار است رستوران‌ها و سینما هم روز دوشنبه بازگشایی شوند. بیشتر مشاغل در ایالت تنسی در نخستین روز ماه مه، یعنی 12 اردیبهشت، اثر گرفته خواهد شد. فرمانداران جمهوری خواه این 3 ایالت در آمریکا میگویند که بعد از این هم مقررات فاصله گیری اجتماعی سر جای خود باقی خواهد ماند، مقرراتی که طی چند روز اخیر در سراسر آمریکا اعتراضاتی را هم در پی داشته. اینها از آمریکا بود، اما تازه های کرونایی از سراسر جهان بسیار بیشتر از اینهاست، که از مهرنوش پورزیای از واشنگتن میشنوید. تو امروز بیش از 2,400,000 نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا آلوده شدند. بیش از 165,000 نفر قربانی همه‌گیری این ویروس شدند. با این همه روز دوشنبه با خبر کاهش برخی محدودیت‌ها در مناطقی از اروپا همراه بود. اسپانیا پایین‌ترین نرخ مرگ و میر در کشور در هفته‌های گذشته را اعلام کرد، و ایتالیا برای اولین بار شاهد کاهش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا 2019 از زمان آغاز این همه‌گیری بود. این نشانه‌های امید باعث شده در کشورهایی مثل آلمان، نروژ و دانمارک دست کم در بخش‌های زندگی روزانه شکل عادی خود را پیدا کند. در نروژ مهد کودک‌ها باز شده، و دانمارک آرایشگاه‌ها، دندانپزشکی‌ها و مدارس آموزش رانندگی را مجاز به از سرگیری فعالیت اعلام کرده. با این همه سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه هشدار داد کاهش محدودیت‌های اعمال شده در هر کشور به معنای پایان همه‌گیری ویروس کرونا 2019 نیست. فرانسه که روز یکشنبه پایین‌ترین میزان مرگ و میر روزانه در بیمارستان‌ها را در 1 ماه گذشته گزارش کرده، از مؤثر بودن قرنطینه خبر داده، اما وزیر بهداشت این کشور همزمان هشدار داده تصور این که به خاطر بهبود شرایط همه‌گیری ویروس کرونا پایان یافته یک اشتباه بزرگ است. فرانسه 4مین کشور جهان است که تعداد قربانیان آن از ویروس کرونا 2019 از 20,000 نفر گذشته است. در همین حال تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ترکیه روز دوشنبه از 90,000 نفر گذشته. با این حساب این کشور
بالاترین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را خارج از اروپا و آمریکا دارد. دولت ترکیه میگوید تا کنون 2140 نفر قربانی این ویروس شدند، اما برخی گزارش ها حاکی از آن است که تعداد واقعی قربانیان احتمالاً به مراتب بالاتر است. روزنامه نیویورک تایمز بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از ثبت مرگ و میر در استانبول گزارش داده، در فاصله یک ماهه مارچ تا آوریل امسال در استانبول تعداد مرگ و میر ثبت شده در این شهر نسبت به دو سال گذشته 2000 نفر بیشتر بوده. این روزنامه آمار مرگ و میر این ماه را در سال جاری با همین دوره زمانی در سال گذشته و یک سال قبل از آن مقایسه کرده. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه گفت مقررات قرنطینه از روز پنجشنبه در 31 شهر این کشور اجرایی خواهد شد. این مقررات در دو هفته گذشته تنها برای آخر هفته ها در این شهرها اجرا می شده. در آفریقا آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داده خشونت‌ها در شرق کنگو هزاران نفر را بیجا کرده و این کشور را همزمان با تهدید همه‌گیری ویروس کرونا در وضعیت فاجعه باری قرار داده است. بیش از 5 میلیون نفر در درگیری‌های داخلی کنگو بیجا شدند و این کشور در این حال 500,000 پناهجو از کشورهای همسایه را نیز در خود جای داده. این نهاد سازمان ملل متحد میگوید خشونت و ناامنی دسترسی این جمع گسترده را به سرویس‌های خدمات درمانی بسیار دشوار می‌کند. در این باره گزارش داشتیم درباره کرونا در جهان گزارش بود از مهرنوش پوزی در واشنگتن. و اما در ایران طبق معمول همه این روزها آمار تازه ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از کرونا اعلام شده. تاکید میکنم بنابر آمار رسمی در واقع تا نیمروز دوشنبه در یک شبانه روز 1294 تن دیگر در ایران به کووید 19 گرفتار شدند و 91 تن هم در یک روز جان باختند و شمار همه مبتلایان به کووید 19 در ایران بر پایه آمار دولتی به 83,505 تن رسیده. 5,209 تن هم جان دادند. البته نیمه پر لیوان را هم ببینیم که در واقع تعداد کل بهبودیافتگان به حدود 60,000 تن در ایران رسیده. کرونا در ایران، گزارشی داریم از کسری ناجی. ساعت 7:00 صبح غرب به شرق اتوبان همت هستیم و این ترافیک صبحگاهی اول اردیبهشت ماه. گزارش تلویزیون دولتی ایران از برداشته شدن بخش دیگری از محدودیت‌های تردد و کسب و کار در تهران. خیلی سنگین بود، ترافیک خیلی امروز سنگین بود. بازارها و مرکز خرید سرپوشیده هم کارشان را از سر گرفتند. ولی باز شدن بازار و مرکز خرید نگرانی‌ها را هم افزایش داده است. دکتر مهدی برزگر از مقام های بیمارستان رسول اکرم است. ما از زمانی که این بیماری شروع شد ما یه پیک بسیار بالایی رو داشتیم. توی اواسط فروردین ما تقریبا شروع به کاهش داشتیم، ولی توی چند روز اخیر داره دوباره خب این افزایش بیماران شروع میشه و من نگران هستم که مردم ادامه کار رو دیگه جدی نگیرن و مجدده من ما با یک موجو شروع بشیم که این مسلما خطرات خیلی زیادی خواهد داشت برای همه اقشار جامعه و همچنین کارکنان، چون ما بخشی از کارکنانمون دیگه واقعا نیاز هستش که برن استراحت بکنن و این توانشون شاید کمتر باشه برای ادامه کار. از دیروز محدودیت مسافرت بین استان‌ها هم برداشته شد و تردد به حالت عادی برگشته. اگرچه سخنگوی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور میگوید مواظبت ها باید حتی بیشتر شود. پرهیز از تردد غیر ضرور، سفر غیر ضرور همچنان بر قوت خود باقی است، بلکه حتی شدت حدت دقت ما باید در رعایت این نکات این روزها بیشتر و بیشتر هم بشود. بازارها و مرکز خرید در شهرهای دیگر هم کارشان را از سر گرفتند. اگرچه گزارش شده است شیوع بیماری در 5 استان همچنان شدت میگیرد. استانهای قم، کوهکیلویه، بویراحمد، مازندران و آذربایجان غربی. این سخنگوی وزارت بهداشت. متاسفانه باید خدمت شما عرض کنم که ظرف 24 ساعت گذشته به جمع درگذشتگان ناشی از ابتلا به این بیماری 91 عزیز هموطن دیگه اضافه شد و ما 5209 نفر رو تا ظهر امروز از ابتدای طغیان این بیماری تا امروز در اثر ابتلا به این بیماری یا پیامدهای ناشی از اون از دست داده ایم.
در تهران و شهرستان ها ازدحام برای ثبت نام و گرفتن سیم کارت در طرح کمک 1 میلیون دولت به یاران بگیرها به عنوان کمکی در دوران کرونا طرح فاصله گذاری اجتماعی را به خطر انداخته و نگرانی ها را از شیوع بیشتر بیماری افزایش داده است. باعث تجمع شده. پس این ویروس چجوری ما باید مقابله کنیم؟ دولت به من میگه آقا شما تا فردا بیشتر مهلت نداری؟ برای ثبت نام کردن من باید چی کار بکنم؟ دولت حالا مهلت برای ثبت نام را 1 هفته دیگر تمدید کرده است. علی ربیعی سخنگوی دولت میگوید دولت در 2 جبهه سرگرم جنگ است. به این معنا این دولت به دنبال این است که هم تحریم ها را به عقب براند و هم جامعه را در برابر همه اشکال بیماری و از جمله کرونا محفوظ و سالم نگاه دارد. و این در کاخ سفید در واشنگتن. Iran needed aid on this. I would be willing to do something. رئیس جمهوری آمریکا دوباره تکرار کرد که حاضر است به ایران برای مبارزه با کرونا کمک کند. او گفت دستگاه‌های تنفسی زیادی آمریکا دارد که می‌تواند در اختیار ایران بگذارد. جالب این که چند ساعت پیشتر وزیر خارجه ایران گفته بود که ایران هم دستگاه‌های تنفسی زیادی دارد که می‌تواند حتی صادر کند. کشمکش‌های لفظی ایران و آمریکا در دوران کرونا. در همین حال گزارش شده که کوچ عشایر جنوب ایران به مناطق ییلاقی شروع شده است. بعد از تقریباً 1 ماه تأخیر به علت شیوع ویروس کرونا و مشکلات تردد. در این 1 ماه اما ظاهراً به علت بارندگی های امسال مراتع سرسبزتر شدند و کار برای کوچ آسان‌تر. کسرا ناجی درباره کرونا در ایران گزارش میده و اما کرونا در افغانستان هم جزء برنامه ما هست. وزارت بهداشت افغانستان تایید کرده که 110 تن از کارکنان بخش درمان این کشور به کووید 19 مبتلا شدند. دیروز 30 مورد تازه ابتلا به کرونا در افغانستان شناسایی شد. آمار رسمی جان باختگان هم 36 تن گزارش شده که 4 تای آنها پزشک بودند. مقام بهداشتی افغانستان میگویند که احتمال ابتلای کارکنان بهداشت و درمان به ویروس کرونا به دلیل ارتباط نزدیکشان با بیماران بیشتر از افراد عادی است و همین حالا در این باره میخوایم صحبتی داشته باشیم با سحر رحیمی همکارم در کابل که در ارتباط زنده با ما. سحر صبح بخیر. آیا آمار تازه‌ای از مبتلایان و جان باختگان اعلام شده که من نگفته باشم در افغانستان؟ سلام و صبح شما بخیر. همینطور که شما گفتین آخرین آمارهای رسمی که تا عصر روز گذشته اعلام شد همون ثبت 30 واقعی جدید بود که در مجموع حالا 1026 نفر در افغانستان شناسایی شدن که مبتلا هستند به بیماری کووید 19. همطور که شما گفتین در این جمع بیش از 1000 نفری 20 نفر از کارمندان ارگ ریاست جمهوری افغانستان و 110 نفر از کارمندان بهداشت هم شامل هستند. در مجموع 135 نفر هم بهبود یافتند و 36 نفر جان باختند که در این جمع 36 نفر 4 نفر از پزشکان هم شامل هستند که یکی از این پزشک ها دو روز قبل در ولایت جوزجان جان باخت و 3 تای دیگر هم در کابل در روزهای گذشته در نتیجه ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختن. بیشتر این موارد مثبت کرونا در افغانستان در هرات و کابل شناسایی شده. در هرات 334 واقع و در کابل هم 333 واقع مثبت تا همین دیروز به ثبت رسیده بود. همینطور هست که گفتی سر، ولی از آغاز این داستان در افغانستان نگرانی از کمبود کیت ها یا ابزارهای تشخیص ویروس کرونا بوده و همینطور تدابیر دولتی که خودش پا در گل مشکلات سیاسی خودش هست، ولی حالا اوضاع از چه قرار هست؟ آیا این مشکلات برطرف شده یا تلاش هایی داره صورت میگیره که برطرف بشه یا نه؟ بله، میزان کم آزمایش ابتلا به کرونا از روزهای اول نگرانی شهروندان افغانستان را به همراه داشت. به باور خیلی‌ها یکی از دلایلی که آمار ابتلا به کرونا در افغانستان نسبت به سایر کشورها افزایش آنچنانی نداشته یا زیاد
افزایش پیدا نکرده، هم همین است که شمار کمی از افراد مورد آزمایش قرار میگیرن. یعنی چون کیت های آزمایشی کم هست و آزمایش کم صورت میگیره، افراد کمی مبتلا به ویروس کرونا شناسایی میشن. در مجموع در این بیش از یک ماهی که پای کرونا به افغانستان باز شده، وزارت بهداشت گفته که 6612 نمونه مشکوک مورد آزمایش قرار گرفته که این در مقایسه با نفوذ افغانستان یک رقم خیلی پایین هست. دیروز وزارت بهداشت افغانستان هم گفت که صدها نمونه مشکوک در لابراتوارها در انتظار تشخیص هستند، اما به دلیل کمبود کیت های آزمایشی مورد تشخیص قرار نمی گیرند. ولی خب خاطر نشان هم شد که کمک بانک جهانی که 500 هزار کیت هست قرار است به زودی به کابل برسه، و بانک جهانی هم اعلام کرده که برای مبارزه با بیماری کرونا در افغانستان 20 میلیون دلار رو اختصاص داده. همینطور هم در ادامه شیوع کرونا در افغانستان باید بگم که محدودیت تردد و قرنطینه که در چند ولایت وضع شده بود از قبل تمدید شده، و شب گذشته وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم اعلام کرد که رخصتی نهادهای تحصیلی دولتی و شخصی برای 20 روز دیگر تمدید شده. سپاسگزارم سحر، امیدوارم در امن و امان بمونی در کابل. با سحر رحیمی هم کنم در کابل افغانستان صحبت میکردم. اینجا خبرهای دیگر هم داریم از ایران در یک نگاه با فرج بالفکن. دادستانی نیویورک اعلام کرده که با بانک صنعتی کره که در انتقال غیرقانونی 1 میلیارد دلار پول به ایران دست داشته به توافق رسیده. بنابراین این توافق قرار است بانک کره‌ای 51 میلیون دلار به عنوان جریمه پرداخت کند. عبدالله بهرامی مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف ایران سال گذشته را بدترین سال برای این صنعت خوانده. او ارزش صادرات این کالا را در سال گذشته 50 میلیون دلار اعلام کرده. صادرات فرش ایرانی در سالهای اخیر کاهش محسوسی داشته که از جمله دلایل آن تحریم‌ها، افزایش قیمت تمام شده و مواد اولیه بوده. و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید که دولت باید اقدام به اصلاح ساختارهای فسادزا کند. این اولین واکنش آقای رئیسی به ماجرای گم شدن نزدیک به 5 میلیارد دلار ارز دولتی است، اتهامی که به شدت از سوی دولت رد شد. دیوان محاسبات کشور که بازوی نظارتی مجلس ایران است اعلام کرده که حدود 2 سال پیش در ازای 4 میلیارد و 800 میلیون دلار ارز دولتی به صرافی‌ها و واردکنندگان کالایی وارد نشده. پس از انتشار این گزارش، حسن روحانی رئیس جمهور ایران آن را 100% غلط خوانده و رد کرد. اینجا لندن است، رادیو بی بی سی. چشم‌انداز بامدادی سه‌شنبه است، 2 اردیبهشت، 21 آوریل. تا سری خبرهای جهان تا این لحظه سرخط اونها رو که در چشم‌انداز بامدادی داشتیم دوباره براتون یادآوری میکنم که برای نخستین بار در تاریخ بهای نفت آمریکا منفی شده. قیمت معیار هر بشکه نفت در پایان روز گذشته منفی 37 دلار بوده. شماری از ایالت‌های جنوبی در آمریکا در حال تسهیل مقررات کرونایی هستند یا قصد چنین کاری را دارند، آن هم برخلاف گسترش روزافزون ویروس کرونا در اقصی نقاط این کشور یعنی ایالات متحده آمریکا. تا نیمروز دوشنبه در یک شبانه روز 1294 تن در ایران به کووید 19 گرفتار شدند و 91 تن جان دادند و شمار همه مبتلایان به کووید 19 در ایران بر پایه آمار دولتی به 83505 تن رسیده، 5209 تن هم جان دادند. در واقع اینجا ما تقریبا رسیدیم به نیمه برنامه در این روز در چشم‌انداز بامدادی. در ادامه برنامه هم خیلی مطلب بسیاری داریم، از جمله درباره اسرائیل خواهیم گفت، درباره دولت جدیدی که قرار است که اونجا شکل بگیره، و درباره تاجیکستان و رئیس جدید مجلس ملی اون کشور، و همینطور مطلب دیگر رو هم مرور خواهیم کرد تا برسیم به 2 کتاب هفته از مسعود بهنود. تو را می پوشم و خنده از آستین گریه ام سر می رود. بر جیب هایم برگ های درختان حیات پاییز شده اند، و در گلویم ترس از دیوار صدایم بالا رفته است. فکر کنم حدود 18
دقیقی دیگه فاصله داشته باشیم با دو کتاب هفته از مسعود بهنوت که پاری از اون رو شنیدید. چشم‌انداز بامدادی است از رادیو بی بی سی در لندن. و اما بحران کرونا از راه رسید و اسرائیل را واداشت که گرهی را که در دولتداری این کشور پدید آمده بود بگشاید. برای رویارویی با معضل کرونا در اسرائیل دولت وحدت ملی به اصطلاح شکل گرفته. این دولت وحدت ملی در واقع پیمانی است 3 ساله میان نیروهای سیاسی عمده در این کشور، بدین شرط که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی این کشور در نیمه نخست این 3 سال اتهامات مربوط به فساد که علیه او مطرح شده نخست وزیر اسرائیل باقی خواهد ماند برای 1.5 سال و بعدش هم آقای نتانیاهو قدرت را به بنی گانتس رئیس کنست یا مجلس اسرائیل تحویل خواهد داد. هر یک از این 2 چهره سیاسی هنگامی که در رأس امور نیستند معاون نخست وزیر کشور خواهند بود. چنین یک معاملی که فعلا مشکل دولتداری اسرائیل را ظاهرا حل کرده، ببینیم که حل کرده یا نه. میری جاودانفر با ماست همین حالا از در واقع تحلیلگر مسائل اسرائیل که در تل آویو هستن. آقای جاودانفر، آیا حل کرده یا نه؟ این توافق خارق العاده چطور حاصل شد و نتیجه‌اش چه میشه؟ چطور حاصل شد؟ بزرگترین دلیلی که حاصل شد مصلحت بود، مصلحت هر دو حزب. آقای نتانیاهو و آقای گانتس می‌دونستن که اگر اسرائیل وارد یک دور جدید انتخابات باشه و مخارج انبوه که حدود 500 میلیون دلار هر دفعه خرج اسرائیل شده بر دوش مردم اسرائیل منتقل بشه، میتونه به مقام هر دو حزب و دستاوردهای هر دو حزب در انتخابات آینده صدمه بزنه. پس هر دو تصمیم گرفتن که کوتاه بیان و به یک توافقی برسن. الان به نظر میاد که مردم اسرائیل واقعا خیلی راضی هستن و این در 3 سال آینده به نظر من دولت دوام خواهد داشت و مسئله نداشتن دولت این خلأ رو حل خواهد کرد، چون هر دو سیاستمدار میدونن که اگر این دولت عمرش 3 سال نباشه و مردم اسرائیل دوباره مجبور بشن برن پای صندوق ها، میتونه به جایگاه هر دو حزب صدمه بزنه. یعنی میگین که مردم اسرائیل هم، آیا نمیدونم نظر پرسی ها اونجا انجام شده یا نه، که خوشنود هستند از همچین اتحادی که اونجا حاصل شده؟ ببینید تا هنوز نظر سنجی انجام نشده، ولی بر اساس گزارش مختلفی که در رسانه های اسرائیلی دیدیم، مردم واقعا خسته شدن و میخوان که الان خرج مخارج صرف کسب و کارهایی بشه که به شدت به خاطر کرونا سلامه دیدن، نه یک انتخابات دیگه. میدونیم که آقای جاودانفر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی اسرائیل در حالی وارد این توافق شده که با اتهام‌های بسیار زیادی روبرو هست در دادگاه‌های اسرائیل که از جمله اتهام‌های مربوط به فساد هست و اینها. آیا میشه گفت که این توافق، این اتهام‌ها علیه آقای نتانیاهو رو پشت گوش خواهد انداخت، یعنی فراموش خواهد شد این اتهام‌ها؟ اصلا نه، غیر ممکنه. آقای نتانیاهو به دادگاه خواهد رفت، با وجود اینکه در آینده آقای نتانیاهو رأی خواهد داشت بر انتخاب قضات آینده برای دیوان عالی اسرائیل، ولی حتی قضاتی که ایشون انتخاب خواهند کرد که راستگرا باشن نمیتونن، اگر واقعا استناد بشه به منابع موثق که آقای نتانیاهو گناهکار هستش، آقای نتانیاهو به هیچ وجه نمیتونه جلوی محکوم شدن خودش رو بگیره. یعنی حتی در حالتی که ایشون آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هست میتونه که محاکمه بشه؟ 100% هیچ قانونی نیستش که بتونه جلوی آقای نتانیاهو بتونه به اون متوسل بشه، به جز اگه ایشون بخواد که کودتا بکنه که اینم غیر ممکنه هستش. هیچ قانونی نیستش که آقای نتانیاهو بتونه از اون استفاده بکنه برای جلوگیری از این که به دادگاه بره. مرسی، سپاسگزارم. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو با ما صحبت می‌کردند. و ما در تاجیکستان، خبری که این روزها ورد زبان هاست در تاجیکستان، در این کشور آسیای میانه، انتخاب رستم امام‌علی به مقام ریاست مجلس ملی این کشور است. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه، پایتخت این کشور است و مهمتر از آن فرزند امام‌علی رحمان،
رئیس جمهور تاجیکستان. آنطور که اسفندیار آدینه روزنامه‌نگار تاجیک در لندن میگوید، با این انتخاب فرزند امام علی رحمان نفر دوم در سلسله مراتب قدرت در این کشور شده. ریاست مجلس ملی در تاجیکستان اهمیتش اینه که این دومین مقامی بالاترین در سیستم در سلسله مراتب قدرت در تاجیکستان است و طبق قانون اساسی تاجیکستان در حالتی که رئیس جمهور بیمار بشه یا اینکه خدای نکرده بمیره یا با دلایل از توان انجام کارهاش نداشته باشه، قدرت اتوماتیک برای موقت تا انتخابات بعدی به دست رئیس مجلس ملی تحویل میشه. و به این دلیل این یک نوع چی است؟ یک نوع ایمنسازی جایگاه رئیس جمهور امام علی رحمان و همینطور فراهم کردن زمینه برای اینکه بعد از او پسرش به قدرت برسد. در واقع کمتر کسی شک میکرد در تاجیکستان که رستم امام علی رئیس مجلس ملی نشه، ولی میدونیم که ایشون 32 سال بیشتر سن نداره، در گذشته مقام های بلند دیگر هم داشته از جمله ریاست آژانس مبارزه با فساد و همینطور گمرک و مقام های دیگر که آخری شهرداری دوشنبه بوده و حالا رئیس مجلس ملی. مردم در تاجیکستان چه میگن که آیا اگر رستم امام علی پسر امام علی رحمان نبود، پسر رئیس جمهور، باز هم میتونست به این مقام ها برسه یا نه؟ این خبری انتخاب شدن است به ریاست مجلس ملی خود واکنش های مختلف در پی داشته و همونطور که میدونین این دو جنبه داره. یکیش جنبه هموار شدن زمینه برای اینکه برسد به قدرت و این از طریق پشتیبانی پدرش بوده. البته هر کسی که در سن سالی او است به این مقام ها و پست های بلند همینطور آسان نمی رسد. از سوی دیگر بعضی ها اشاره میکنند به لیاقت و توانایی ها و شایستگی های شخصیش. بعضی از طرفداراش میگن که او خیلی خوب کار کرده در زمانی که شهردار دوشنبه است، شهری دوشنبه خیلی پیشرفت کرده، خیلی آباد شده، زیبا شده. و البته مخالفان میگن که نه، این پیشرفت ها یک امر طبیعی است که از زمانی شهردار سابق محمد سعید عبیداللهیف شروع شده بود و اتفاقا محمد سعید عبیداللهیف قبل از رستم امام علی رئیس مجلس ملی بود طولی تقریبا دو دهه. و میدونیم که صحنه سیاسی تاجیکستان سعی نسبتا آرومی سال هاست که اونجا در واقع از اعتراضات و تظاهرات اینا خبری نیست، ولی کلن جامعه تاجیکستان و همینطور بخصوص اونهایی که مخالفانی که در تاجیکستان موندن یا بیرون از کشور حتی، چه واکنشی داشتن به این داستان انتخاب رستم امام علی به مقام ریاست مجلس ملی؟ تاجیکستان مخالفی خیلی زیادم نداره و یک حزب مخالف اصلی بوده که اونو از صحنه سیاسی آقای رحمان از در سال 2015 راند و بسیار از رهبران اون حزب زندانی کردند با دلایل مختلف با بهانه‌های مختلف. و هم در داخل تاجیکستان مخالفت خیلی زیاد نیست. مردم از البته از زمانی که جنگ داخلی بوده، گروهی که حالا در سر قدرت است از زمان جنگ داخلی سر قدرت آمده و البته اون زمان با پشتیبانی گروه‌های مسلح اینا سر قدرت آمدند، از اون زمان مردم میترسن، تا حالا میترسن که اگر خدای نکرده مثلا یک اعتراض کنن باز دوباره یک جنگ شروع میشه. این نکته را خودی دولتی ها و مبلغان دولتی آقای رحمان هم همیشه تاکید میکنن و البته این در سیستم سیاسی تاجیکستان معلوم است که یک نوع نپوتیسم هست یا قومگرایی یا خویشاوند سالاری، خویشاوند ها با منصب های مختلف که این قبلا در بعضی کشورهای دیگری آسیای میانه هم در حدی کمتر بوده. و خودی آقای رحمان نه فقط پسرش رستم امام علی که دخترش هم رئیس دفتر رئیس جمهوری هست و عضو مجلس ملی هم بود قبلا و آزاده رحمان، بله دخترای دیگرش هم مقام های بلند دارن، دامادهایش خیلی از شرکت ها و بانک های خیلی مهمی تاجیکستان در زیر نظرشان هست. خودی آقای رحمان یکی از بزرگترین کارخانه ها که تالکو هست، کارخانه آلومینیوم، تحت نظر مستقیم او هست. یعنی تمام سیستم اقتصاد در کنترل اینها هست. دولت تاجیکستان تبدیل شده به یک دولت خانوادگی. با اسفندیار آدینه روزنامه‌نگار مقیم لندن، روزنامه‌نگار تاجیک مقیم لندن صحبت می‌کنم درباره یه رئیس جدید مجلس ملی در آن کشور. و حالا بریم دوباره برگردیم به مطالب روزنامه‌های تهران. در واقع روزنامه‌هاست که از معدود راه تماس ما با ایران هست و اونها رو داریم با فرشته قاضی از آتلانتای آمریکا.
بررسی روزنامه‌های امروز تهران رو در بخش اول شروع می‌کنیم با دوشنبه سیاه. نفت 4 دلار شد از اعتماد. دست خالی از سپرده 4.8 میلیارد دلاری از خراسان و تدبیر و تأمل از اطلاعات. خب خانم قاضی، مطلب اول از روزنامه اعتماد راجع به همین موضوع روز هست که در واقع افت کم سابقه قیمت نفت هست در جهان، اگه نگیم بی سابقه. دوشنبه سیاه نفت 4 دلار شد، چی میگه؟ رضا زندی در روزنامه اعتماد اشاره کرده به اینکه حدود 2 روز از مصرف نفت دنیا معادل 160 میلیون بشکه روی آبها و در نفتکش‌ها ذخیره شده و فقط در هفته گذشته آمار ذخایر آمریکا بیش از 19 میلیون بشکه رشد کرده. آقای زندی نوشته با توجه به تخریب تقاضا، قیمت‌های 10 تا 20 دلاری حتی برای نفت ایران هم دور از ذهن نیست، اون هم در روزهای آینده. ایران حتی اون اندک نفتی هم که ممکنه بتونه بفروشه کمتر از 10 دلار در بشکه یا در همون حد خواهد فروخت و این کاهش قیمت شدید روی درآمدهای ناشی از صادرات پراورده‌ها و پتروشیمی هم تأثیر منفی و جدی خواهد گذاشت. اما متأسفانه گزینه‌های زیاد نفتی در این شرایط پیش روی ایران نیست. مطلب بعدی هم جنبه مالی داره، درباره وام صندوق بین‌المللی پول هست که روزنامه خراسان مطلبی در این باره داره و میگه که این نهاد بین‌المللی مالی همچنان تعلل میکنه در مورد وام دادن به ایران. چرا؟ روزنامه خراسان بررسی کرده در واقع دیدگاه‌هایی که در ایران نسبت به این نهاد بین‌المللی وجود داره و اینکه ایران سپرده‌ای در این صندوق داره و برخی معتقدن عضویت ایران در صندوق هیچ آورده‌ای برای اقتصاد کشور نداشته، نخواهد داشت و صندوق تأمین کننده اهداف سیاسی اقتصادی آمریکاست. به همین جهت دولت باید موجودی ایران از این صندوق رو برداره و اونو در جهت منافع ملی هزینه بکنه. روزنامه خراسان نوشته اما خروج از صندوق نوعی برخورد منفعلانه است که در شرایط فعلی برخوردهای انفعالی نتیجه مثبتی نخواهند داشت. و نهایتاً روزنامه اطلاعات اشاره کرده به آمارهای کرونا در ایران و عملکرد دولت در بحث کرونا در مطلب تدبیر و تأمل. جزئیاتش چیه خانم قاضی؟ مسعود رضوی در این روزنامه به در واقع ورودی و خروجی آمار کرونایی ها و بیماران و تلفات اون در ایران اشاره کرده و معتقده که اگر صدق و صحت یا آمار مقرون به حقیقت در کار نباشه، مشکلات در آینده افزایش خواهد یافت. درسته که قرار نیست التهاب و تشویش عمومی ایجاد بشه، اما مردم مایلن واقعیت رو از زبان مسئولین بشنوند. آقای رضوی به عملکرد دولت اشاره کرده، از جمله در موضوع سیمکارت‌های اعتباری که باید به نام سرپرست خانوار و صاحب حساب‌های گیرنده یارانه باشه و نوشته نمونه ضعف مدیریت و بی‌تدبیری در همین مورد هست در دولت تدبیر و امید، که اگر اطلاعات لازم طی سنوات طولانی درباره سرپرست خانوارها و دارایی و گردش مالی و دهک طبقه بندی شده هنوز در اختیار نیست یا کسانی به نام و شماره و هویت مجعول اعانه و یارانه میگیرند، با این ترفند هم تغییر ایجاد نخواهد شد جز اینکه باری بر بارهای سابق و صف تازه‌ای در خیابونا ایجاد شد که مفهوم و فلسفه فاصله گذاری هوشمند اجتماعی رو به سخره گرفت. فرشته قاضی بود با روزنامه صبح امروز چاپ تهران و همزمان که این داشت پخش میشد من داشتم به پیام های شما که بسیار زیاد هست نگاه میکردم. از فیسبوک این بار شروع میکنم، از افشین که گفت که واویلا ترافیک ایران دقیقا شده مثل 3 ماه پیش و دوران قبل از کرونا، مردم فراموش کردن که چه فاجعه‌ای در حال رخ دادن هست، حالا مدام بیان و بگن که مردم رعایت کنن، وقتی نمی کنن باید قوانین محدودیت ها دوباره اجرا بشه. در تمام بانک ها، دفاتر بیمه، مخابرات و غیره هیچ نشانه از فاصله گذاری اجتماعی نیست. این نظر افشین بود. زهره گفته که ایران حکومتش خود رو اسلامی میگه، هزاران کیلومتر دورتر به آمریکا پیشنهاد کمک نمودن رو میده ولی کشور همسایه نزدیک مسلمانش و جنگ زدهش افغانستان رو نادیده میگیره، بلکه هنوز هم به طالبان و دیگر گروه های تروریستی از دید زهره کمک میکنه و اونها رو تقویت میکنه، نه مردمی افغانستان که در واقع در این مورد به خصوص در بحران کرونا نیاز به کمک دارن. نادر گفته که در افغانستان دکتران
در واقع پزشکان وسایل و لباس‌های بهداشتی ندارن و از سوی دیگر مکافات نمی‌شوند، یعنی در واقع از اونها قدردانی نمی‌شود و کمبود کیت‌ها و وسایل تنفسی اینها در افغانستان محسوس هست. و البته اینجا همین الان یه خبری به چشم من افتاد که وسط پیام‌های شما بخونم، که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حساب توییترش نوشته که میخواد حکم حکومتی ممنوعیت موقت ورود مهاجران به ایالات متحده آمریکا رو امضا بکنه و گفته که این تصمیم رو به دلیل در واقع حمله چیزی که او دشمن نامرئی عنوان میکنه پیوسته در این روزها گرفته. دشمن نامرئی اصطلاحی است که آقای دونالد ترامپ در مورد شیوع ویروس کرونا به کار میبره. گفته که از این به بعد تلاش میکنه که در واقع حکم حکومتی صادر بکنه و جلوی ورود در واقع مهاجران به آمریکا رو در این روزهایی که کرونا به آمریکا حمله کرده بگیره. البته فکر میکنم که بازم فرصت داشته باشیم که به پیام های شما برگردیم. فعلا بریم ببینیم که در جهان ورزش چی میگذره. خبرهای ورزشی ما درباره دوپینگ یا زورافزایی 7 ورزشکار ایرانیه، اونطوری که پوریا شافره میگه. سازمان مبارزه با دوپینگ ایران مدارک تخلف اونها رو به سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ وادا فرستاده در کانادا و تایید شدن اینها و احکام قطعیشون صادر شده. 7 نفر هستن، 1 نفر در بولینگ و بیلیارد، که به نظرم مسئله جالبی اومد. دقیقاً چه ماده استفاده کرده حالا من مصرف پزشکیش نمیدونم. ارسلان اسماعیل نژاد به مدت 4 سال محروم شده. تمام این حکمایی که من براتون میخونم از اسفند 98 وقتی که سری اول نمونه برداری رو کردن از آزمایش دوپینگ اونها و فرستادن به سازمان جهانی، از اون موقع بعد حساب بکنید به مدت 4 سال، یعنی در واقع یه ماه خورده بعضیا رفته تا الان، تا همین لحظه که داریم صحبت میکنیم. 3 نفر رو در دوچرخه سواری داریم، هر 3 تاشون به مدت 4 سال: جعفر علیزاده، محمد پور اسماعیل، علیرضا آخوندی. جالب اینجاست که همه این افرادی هم که تخلف کردن مرد هستن. و 3 نفر هم در کشتی داریم: مرتضی قیاسی به مدت 6 ماه، رسول گرمسیری 1 سال و کیوان رضایی دالینی هم به مدت 4 سال. به نظر میاد که پروسه‌ای که میخواستن برای کار اداری این دوپینگ هایی که مهرس شده بود طی بکنن، از قبل از اینکه بحران کرونا شروع بشه شروع شده بود و در واقع الان تایید سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ که خبرساز داره میشه. HR برامون نشه که میخواستم از طریق رسانه شما به گوش مسئولین برسونم که تمام و اکثر بازاریان بیمه مشاغل آزاد تأمین اجتماعی هستند که این روزها با بیماری کرونا درآمدی ندارن و بیمه مشاغل آزاد متاسفانه بیمه بیکاری نداره. دولت یک تدبیری هرچند کوتاه و چند ماهه برای بهره مندی این قشر از بیمه بیکاری انجام بده، نظر HR بود. و حالا سه‌شنبه خوش روزی هست در چشم انداز بامدادی بی بی سی. چشم و گوشمون معطوف به کتاب‌های تازه میشه از ایران، کتاب‌های در واقع تازه رسیده به دست مسعود بهنود، روزنامه‌نگار مقیم لندن. الینا نریمان در همون سالهای نزدیک به انقلاب متولد شد در شیراز و بعد تحصیل کرد. طبیعتاً بعد از انقلاب فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی گرفت، ولی آنچه رو که نوشته بود یا مشقایی که با خود کرده بود رو تا سال 94 به کتاب تبدیل نکرده بود. در اون سال یک کتابی در اومد با عنوان هیچ کس مراقب سایه ها نیست، که شعرهای خانم نریمان بود که 1 سال بعد هم به چاپ دوم رسید. کتاب دوم ایشون سال بعد اتفاق افتاد که انتشارات مروارید منتشر کرد و به تازگی چاپ جدید هم شده. گفته است ایشون که کتاب سومی هم در دست داره. یکی از شعرهای کتاب دوم رو که عنوانش هست کم کم چروک‌های صورتم را میشمارم، سروده الینا نریمان با صدای خود او:
هر بار به تو فکر می کنم ضربان خانه تغییر می کند. صدای زنگ تلفن، صدای زنگ در تغییر می کند. در آشپزخانه کلمات پخته ترند، در حال کلمات روی یک مبل کنار هم می نشینند و حریم زندگی را بین تخمه های آفتاب گردان قسمت می کنند. در اتاق خواب کلمات خستند. تو را می پوشم و خنده از آستین گریه ام سر می رود. بر جیب هایم برگ های درختان حیات پاییز شده اند و در گلویم ترس از دیوار صدایم بالا رفته است. هزار بار در دستم تنهایی را حس کردم، هزار بار در چشمم گریه را، هزار بار در دلم تو را. و به اندازه قطره قطره اقیانوس آرام آشوب در دلم افتاد. نگاه کن آسمان پشت پنجره را ابرهای تیره غمگین کرده اند و بیقرار بهار از این خانه رفته است. کم کم غروب سایه اش را روی دیوار می اندازد و شب جنازه خاطرات مرطوب را از باغچه بیرون می کشد. در حیات زنان زیادی به سوگ نشسته اند دور حوض و برای تصویر مهالودی در آب فاتحه می خوانند. قرآن به سر شب گرفته ام و در مسیر باد دنبال عطر تو می گردم. بیشک فردا در کوچه استخوانهایت را تشییع خواهند کرد و مادر به پاس سالهای نبودنت به جنگ دردهایش خواهد رفت و آغوشش را از تو پر خواهد کرد. کسی نمی داند تو چند گلوله خورده بودی که این همه سال به خانه نیامدی. کسی چه می داند شاید تقصیر شهرداری است که پلاک خانه های من را عوض کرد و نشانی خانه را گم کردی و در جنگ به خواب رفتی. از میان کتاب‌هایی که در بیرون از ایران به هر دلیلی چاپ میشه و تازگی ها تعداد کتاب‌هایی که در کابل چاپ میشه زیاد شده خوشبختانه، بعضی ها به دلیل اینکه مجوز نگرفتن، بعضی ها به دلیل اینکه تشخیص دادن نویسندگانش یا تهیه کنندگانش که قابل چاپ در ایران نیست و به هر حال چاپ شده. این هم الان میشه گفت که در 40 سال گذشته خودش یک درختی شده است. در این درخت بنا به تحقیقی که من کردم، به طور نسبی میگم تحقیق، بیشتر کتاب‌هایی که از این مرزها سوریده و به داخل رفته، یعنی کتابی که در خارج چاپ شده و رفته در داخل، بیشتر این کتاب و نوع کتابی که رفته کتاب‌هایی است که یادنامه افرادی است که اینها یادنامه در خاطر مردم نداشتن. امروز کتابی که نگاه می‌کنیم، یادنامه دوست، درباره هوشنگ کشاورز صدره، یکی از چهره‌های خیلی اساسی و خیلی شاید بتونم بگم نجیب و متخصص در جنبش ملی و جنبش سیاسی ایران. هوشنگ کشاورز متخصص تحقیقات عشایری بود و در این زمینه به راستی که یکی از برجستگان بود و افسوس که انقدر گرفتار سیاست شد، به خصوص در سال آخر انقلاب، که مجبور شد که از ایران بره. و در سالهای بعد از ایران تولید او و اندیشه او به اندازه وقتی که در ایران بود و مینوشت نبود. حالا این دفعه ما در مقابلمون یه یادگار دوست داریم که ناصر مهاجر و سیروس جاویدی تهیه کردند، همتی کردند که حالا تبدیل شده به این کتابی که عرض میکنم و به نظرم میرسه که یادگار خیلی خوبی است که از بیرون از کشور
اهل نشر و اهل تحقیق هدیه میکنند به هموطنان در داخل کشور. با هم توضیح ناصر مهاجر رو درباره چگونگی شکل گرفتن این کتاب بشنویم. زندگی هوشنگ کشاورز صدر که در سال 1311 در تهران به دنیا آمد و در سال 1391 در فلوریدای امریکا چشم از جهان فرو بست، به 4 دوره تقسیم پذیر است: دوره دانشجویی و کنشگری سیاسی، دوره کار در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی و پژوهش‌های عشایری و دهقانی، دوره اثرگیری کنشگری سیاسی و مشارکت در انقلاب بهمن 1357 و سرآخر دوره تبعید و پیکار در راه آزادی ایران. سیروس جاویدی و من در یادواره دوست کوشیده ایم سنجه‌های بنیادین هر دوره را به دست دهیم و هوشنگ کشاورز را در متن رویدادهای سیاسی اجتماعی بازشناسانیم. از این روز که هم از نقش آفرینان جنبش دانشجویی سالهای 38-42 خواستیم تا یادمانده هایشان را به قلم کشند، هم از پژوهشگران نام آشنایی که دست اندر کار بررسی های عشایری و روستایی بوده اند و مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی را شناخته اند، و هم از آنها که در کشاکش انقلاب با این مصدقی پایبند نهضت ملی همراهی ها داشتند و نشست و برخاست های سیاسی. از ویژگی های دیگر این کتاب یکی هم بازنشر تمام نوشته های دوران تبعید هوشنگ کشاورز صدر است. در جستجوی پاره ای از آن نوشته ها به کتابخانه شخصی هوشنگ کشاورز در پاریس رو آوردیم به پیشنهاد بانو زریون کشاورز. اینجا با انبوهی نامه، دست نوشته، یادواره، یک ترجمه و 2 نوشته منتشر نشده او رو می‌شویم. چند عکس ناب و نادر نیز چشممان را گرفت که در کتاب آورده ایم و گفتنی است که عکس‌هایی را که هوشنگ کشاورز به سال 1351 از زندگی مردمان ایلی سرزمینمان گرفت، برگ‌هایی از تاریخ اجتماعی ایران زمین است. بسیار عالی. این هم نگاهی بود به 2 کتاب هفته که از تهران به دست مسعود بهنود رسیده. و حالا چه خوبه که در واقع، یا باور نکردنی، که در این لحظات پایین برنامه میتونیم دوباره به تهران برگردیم با روزنامه‌های صبح امروز تهران با فرشتی غازی در آتلانتای آمریکا. بررسی روزنامه رو در بخش دوم ادامه میدیم با ظریف در سوریه زیر سایه کرونا به دنبال چیست از همدلی. در نهایت هم ایران باید تابوی مذاکره با آمریکا را به خاطر سلامت مردم بشکند از ستاره صبح. خانم قاضی، وزیر خارجه ایران به سوریه سفر کرده و روزنامه همدلی میپرسه ظریف در سوریه زیر سایه کرونا به دنبال چیست؟ به دنبال چیست براستی؟ صلاح‌الدین حرسنی در این روزنامه اشاره کرده به متوقف شدن اغلب سفرها و لازنی‌های حضوری دیپلماتیک در پی شیوع کرونا و پرسیده که دقیقاً در چنین شرایطی ظریف در سوریه به دنبال چی هست؟ پاسخی که آقای حرسنی داده این هستش که نمیشه دلیل سفر ظریف رو فقط تلاشی به عادی سازی شرایط در شمال سوریه به ویژه آزادسازی ادلب دانست. قطعا ایران یک بازیگر محوری در تحولات سوریه است، اما از اونجایی که سیر حوادث و اتفاقات در سوریه متوقف شده انتظار میرفت چنین سفری صورت نگیره. به این ترتیب میشه گفت سفر ظریف قبل از اینکه اهداف منطقه‌ای داشته باشه، اهداف فرامنطقه‌ای داره و اون هم تلاش دیپلماتیک برای کاهش خصومت و منازعه در روابط تهران و واشنگتنه. و من بازم از کرونا بگیم، دونالد ترامپ در آمریکا باز هم گفته که در صورت درخواست دولت ایران آماده کمک برای مقابله با کرونا است و روزنامه ستاره صبح معتقده که ایران باید تابوی مذاکره با آمریکا رو به خاطر سلامت مردم بشکنه، نه؟ همینطور قاسم محب‌علی در سرمقاله این روزنامه نوشته که نخستین بار نیست ترامپ به دنبال شیوع ویروس کرونا چنین موضوعی رو مطرح میکنه. پیش از این هم گفته بود اگه ایران درخواست کنه حاضر به برداشتن تحریم هاست. دولت ایران متاسفانه دسترسی به منابع ارزی خارجی خود نداره. حداکثر استفاده از منابع داخلی، اهم از استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی رو انجام داده و دیگه قادر نیست نیازهای افراد، شرکت‌ها، گروه‌ها و اقشار مختلف رو جبران کنه. این موضوع نیازمند این هست به اعتقاد نویسنده که تحریم‌ها کاهش پیدا بکنه
و رئیس دولت سعی کنه با راستی آزمایی اظهارات ترامپ گامی رو به جلو برداره، ایرانه که باید تابوی مذاکره با آمریکا رو بشکنه و از ابزار دیپلماسی به نفع سلامت مردم استفاده بکنه. روزنامه تهران بود با فرشی قاضی مرور می‌کردیم. بنش که در حالی که در کشوری مانده اسرائیل احزاب رسمی و اپوزیسیون به یک توافق دولت آشتی و فراگیر ملی حرکت می‌کنند، این می‌تواند الگویی بین احزاب داخلی و خارجی در ایران برای دستیابی به یک الگوی مشترک مشارکت سیاسی باشد. به همراه محمد صباحی، پیتر اشفورد و سایر دست‌اندرکاران برنامه، من داریوش رجبیان از همراهی شما سپاسگزارم.